بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، شاگردای عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه در زندگیتان شاد و موفق و کامبار باشید و حال شما عالی و فوق العاده باشد. همچنان شما در جریان هستید، در سلسله درس های ریاضی صنف 11 هم هستیم و در این بخش میخواهیم که درباره قانون کوساین با شما صحبت داشته باشیم. خب در بخش مثلثات قانون ساین، قانون کوساین، قانون تانجانت و مطابقت ها و معادلات مثلثاتی چهار موضوع مهمی را ما شما انشاءالله میخوانیم که قانون ساین در درس قبلی خواندیم و در این درس میخواییم که قانون کوساین خدمت شما توضیح و تشریح کنیم. خب قانون کوساین در جاهایی که کاربرد داره خدمت شما عرض کنم، در دو جای میتونیم از قانون کوساین استفاده بکنیم. یکی که سه ضلع یک مثلث وجود داشته باشه، این معلوم باشه، سه ضلع معلوم باشه، ما میتونیم از قانون کوساین زاویه مشهوله دریافت کنیم. و همچنان دو ضلع و یک زاویه بین هر دو ضلع معلوم باشد. دو ضلع و زاویه بین هر دو ضلع معلوم باشد، میتونیم اجزای دیگه ای که مشهول هسته از قانون کوساین دریافت کنیم. خب قبل از شما به این سوال پاسخ بدین، یک مثلث داره، مثلث ABC که در این مثلث C, B و A هر سه ضلع مثلث معلوم است. خب اما هیچ کدامی از زاویه ها معلوم نیست، هر سه زاویه مجهول است. حالا باید از کجای را استفاده کنیم؟ چه قسم میتونیم که زاویه های مجهول را دریافت کنیم؟ درست است؟ خب پس در اینجا در این مثلث، مثلث ABC، خب در مثلث ABC میخواییم که ثبوت کنیم که A مربع مساوی است با B مربع جمع C مربع منفی 2BC کوساین A. یکی از قوانین کوساین، یکی برای ضلع A یا کوساین A، یکی برای ضلع B و کوساین B، یکی برای ضلع C و کوساین C وجود داره. اینجا یک مثلث داریم، اینجا یک مثلث A، مثلث BHC داریم، مثلث قائم زاویه BHC. خب در این مثلث، مثلث BHC، خب در این مثلث BC مربع مربع وتر مساوی با مجموع مربعات از لای قائم، یعنی CH مربع و BH مربع، BH مربع. خب حالا CH و BH چی داره؟ خب اینی فاصله AH مساوی است با X، فاصله را X داریم، فاصله HC، فاصله BH، اینی فاصله که مساوی با H است و HC را اگر خواسته باشیم دریافت بکنیم فاصله HC یا CH. در اینجا میتونیم از مجموع این ضلع، یعنی کل ضلع که مساوی با B هست، X تفریق بکنیم، B منفی X، پس HC یا CH مساوی هست با B منفی X. خب حالا این معلومات و اطلاعات را که ما داریم میاریم در فرمول استفاده میکنیم که در اینجا داریم مربع وتر مساوی است با مجموع مربعات از لای قائم که در قضیه مثلث قائم زاویه قضیه فیثاغورس داریم. خب حالا BH BC، BC را مساوی داریم با A، BC مساوی است با A، میشه A مربع مساوی است با CH مربع، CH B منفی X داره، B منفی X کل مربع مثبت، BH مساوی با H داره، BH این ضلع H است، پس B منفی X کل مربع جمع H مربع. H مربع از طرف دیگه اگر ما خواسته باشیم از اینجا ایج به دست بیاریم، از اینی رابطه سی مربع مساوی است به ایچ مربع مثبت اکس مربع در این مثلث، مثلث ای ایچ بی، مثلث خورده ای ایچ بی، اگر خواستیم سی از اینجا ایچ دریافت بکنیم، چون سی مربع را مساوی داریم به ایچ مربع مثبت اکس مربع، حالا مجهول اگر ایچ در نظر بگیریم ایچ مربع مساوی میشه به سی مربع منفی اکس مربع، C مربع منفی X مربع. خب حالا به جای H، H مربع C مربع منفی X مربع را وزن میکنم.
ای مربع مساوی سببی منفی اکس کل مربع مثبت سی مربع منفی اکس مربع. بی منفی اکس کل مربع را هم انکشاف میتونیم. حد اول مربع بی مربع منفی دو بی اکس، چند حد اول ضرب حد دوم، مثبت حد دوم مربع که اکس مربع شد. سی مربع منفی اکس مربع. در قسمت بعض جایی که قابل اختصار است ما اختصار میکنیم که در اینجا اکس مربع میتونه به این اکس مربع اختصار شود. چیزی که باقی میمانه ای مربع مساوی هست به بی مربع منفی دو بی اکس مثبت سی مربع. خب یا ای که شکل گرفته میتونیم که ای مربع مساوی هست به بی مربع مثبت سی مربع منفی دو بی اکس. خب حالا از ای رابطه قیمت اکس دریافت میکنیم که در اینجا کوساین ای را مساوی داریم به ضلع مجاور بر وتر. در این مثلث ای اچ بی مثلث قائم زاویه هست که در اینجا کوساین ای کوساین زاویه ای را مساوی به ضلع مجاور بر وتر داریم. ضلع مجاور است اکس، وترش هم است سی. اکس از ای رابطه پیدا بکنیم سی ضرب در کوساین ای میشه. سی ضرب کوساین ای. ای اکس بیار در جای از ای اکس واس کن. یعنی ای مربع مساوی است به بی مربع مثبت سی مربع منفی دو بی سی کوساین اکس سی کوساین ای داره. دو بی سی کوساین ای. پس ثبوت شد که ای مربع مساوی است به بی مربع مثبت سی مربع منفی دو بی سی کوساین ای. ای مربع مساوی به بی مربع مثبت سی مربع منفی دو بی سی کوساین ای. هم یکی از اضلاعش نو معلوم باشه ضلع ای میتونیم از این رابطه به دست بیاریم. خب حالا اگر بی نو معلوم باشه مشهول باشه بی مربع مساوی است به ای مربع مثبت سی مربع منفی دو ای سی ضرب در کوساین بی، از این رابطه پیدا. خب همچنان اگر سی نامعلوم باشه سی مربع مساوی است به ای مربع مثبت بی مربع منفی دو ای بی ضرب در کوساین سی. خیلی خب که هر کدامش با این شکل میتونیم که ایره ثبوت بکنیم. خب حالا قانون کوساین ثبوت شد که در اینجا اگر کوساین نامعلوم باشه، خب در این رابطه مثلا کوساین زاویه نامعلوم باشه، دفعتاً ما این کار میکنیم از این رابطه کوساین ای را اگر پیدا بکنیم ببینیم که کوساین ای، خب ای مربع که مساوی به بی مربع مثبت سی مربع منفی دو بی سی کوساین ای هست، از این رابطه میخواییم کوساین پیدا بکنیم. کوساین پیدا بکنیم ای طرف مساوات بیاریم، ای طرف مساوات میبریم میشه دو بی سی کوساین ای مثبت میشه، ای طرف مساوات آوردیم. بی مربع مثبت سی مربع خودش ایره ای طرف مساوات میاریم، علامش منفی میشه. اطراف تقسیم دو بی سی میکنیم، دو بی سی ای دو بی سی با دو بی سی اختصار میشه، کوساین ای مساوی میشه با بی مربع مثبت سی مربع منفی ای مربع بر دو بی سی. این قیمت کوساین، کوساین ای. پس دیگرهایش هم میتونیم که به این شکل به دست بیاریم، یعنی کوساین بی، کوساین بی مساوی میشه به ای مربع مثبت سی مربع منفی بی مربع بر دو ای سی. خب کوساین سی مساوی میشه به ای مربع مثبت بی مربع منفی سی مربع بر دو ای بی. این هم از قانون کوساین. خب حالا در این شکل در مثال یک مثلثی را داریم که سه ضلع آن معلوم است اما زاویه نامعلوم است. پس کوساین ای میتونیم از این رابطه به دست بیاریم، کوساین ای مستقیم این زیر رابطه میتونیم به دست بیاریم. کوساین ای یعنی کوساین زاویه مساوی هست به بی مربع، بی را مساوی داریم به چار، چار مربع مثبت سی مربع، سی را داریم شش، شش مربع منفی ای مربع، ای را هم داریم جذر 28 مربع بر دو بی سی، دو بی را داریم 4، سی را هم داریم 6.
خب مربی ازی با جذرش میشه اختصار 4 مربع 16 بی 6 مربع 36 و منفی 28. مربیش با جذرش اختصار شد تنها 28 مون منفی 28. 2 4 8 8 6 48 مخرج هم داریم 48. از 36 28 تفریق بکنیم 8 باقی میمونه، 8 که با 16 جمع بکنیم 24 میشه، 24 بر 48. پس کوساین زاویه A مساوی شد با 24 بر 48. همچنان میتونیم را اختصار بکنیم، 2 24 48 میشه. پس این مساوی شد به 1 بر 2. خب کوساین یک زاویه مساوی به 1 بر 2 شده است. ببینیم که کوساین کدام زاویه 1 بر 2 هست. از اینجا برعکس شما قیاس مثلا میگیم که قبلا داشتیم که این زاویه مثلا کوساینش چند است، حالا کوساین داریم زاویه را نداریم، که از یک طریق ما میفهمیم، چون به ما معمولا زوایای ناحیه اول کلا شما میدانین در ناحیه اول 3-4 زاویه هست که 3 زاویه را باید همیشه نسبت های مسلط ساتیشه باید داشته باشین، 30 درجه 45 درجه 60 درجه، که در اینجا میفهمیم کوساین 60 درجه 1 بر 2 هست. پس در اینجا A مساوی هست به 60 درجه، پس زاویه دریافت شد 60 درجه. چرا؟ چون کوساین 60 درجه 1 بر 2 هست. پس تنها زاویه‌ای که کوساینش 1 بر 2 هست در ناحیه اول چی است؟ 60 درجه است. خب این هم یک مثال بود که شما میتونین از این مثال استفاده کنین، بقیه مثال ها را حل بکنین. امیدوار هستم که برای شما مفید واقع شده باشه. این ویدیو ها را با دوستای خود شریک بسازید، درس ها را تعقیب کنید، ویدیو ها را لایک بکنید، به خاطر از اینکه یوتیوب شما را از جدیدترین درس های ما با خبر بسازد. تا دیدار دیگر، بدرود.